حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه گفت ما به قول خودمان در مسئله واکسیناسیون عمل کردیم. دو روز پیش ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت اما گفته بود دولت نتوانسته است به انتظارات مردم پاسخ دهد و از این قصور دولت عذرخواهی کرده بود. آخرین اخبار کرونا در گزارش سیران شرفی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ضمن اعلام اینکه 500 میلیون دلار پول برای خرید واکسن اختصاص یافته، ابراز امیدواری کرد که در هفته پیش رو ایران شرایط بهتری را مشاهده خواهد کرد. به گفته وی، دولت در زمینه کرونا و همچنین تحریم به مسئولیت خود عمل کرده است. آمار رسمی وزارت بهداشت در روز پنجشنبه حکایت از شناسایی 20313 بیمار جدید و در گذشت 226 نفر دارد. در همین حال رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت از غیبت بیش از 40% داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های علوم پزشکی در نخستین روز آزمون خبر می‌دهد. اکثر شهرهای ایران به رنگ قرمز بحرانی در آمدند و کارشناسان بهداشتی عادی انگاری مردم در پرهیز از دور همی، برگزاری مراسم‌های عروسی، عزا و مسافرت‌های درون و برون شهری را از دلایل افزایش آمار مبتلایان بستری به کرونا در بیمارستان‌های برخی از استان‌ها عنوان می‌کنند. بر اساس آمارهای بین‌المللی، ایران یکی از ناموفق‌ترین کشورهای جهان در امر واکسیناسیون عمومی و فراگیر علیه ویروس کرونا است. سیران شرفی، صدای آمریکا.